سلام، فرشاد نیکبین هستم. به مدت 24 سال سابقه تعمیرات لوازم منزل، ظرفشویی، لباسشویی، جاروبرقی، ماکروفر رو دارم و مدت 4 سال و نیم هستش که با مجموعه آشره همکاری میکنم. در خدمت شما هستم. در پایان میخواستم امروز براتون توضیح بدم برای اینکه چند نکته کلیدی هستش برای اینکه ظرفشویی خوبی داشته باشید، سالم، و اینکه تا جایی که میتونید نیازی به تعمیر و تعمیرکار در منزل نباشه. این قسمت دستگاه قسمتی هستش که ما قرص داخل این گذاشته میشه. گاهی اوقات مشتری بیان میکنه میگه من قرص رو گذاشتم کف دستگاه. بزرگترین اشتباه همینه، چون قرص وقتی که کف دستگاه باشه، مثل این دستگاه، زمانی که ما بخوایم کف دستگاه بذاریم، دستگاه وقتی که شروع میکنه به کار کردن، تو مرحله اول آب رو خالی میکنه، پس قاعدتا قرص رو تخلیه میکنه، میره و دستگاه بدون آب کار میکنه. همیشه قرص رو توی این قسمت قرار بدید، دربش بسته بشه. این قسمت جای جلا هست، جلا رو داخل این میریزن. اینجا یه شیشه سفید رنگ داره، وقتی که جلا پر میشه، این جلا، این شیشه به رنگ سیاه در میاد که معلوم میشه جلا داخل دستگاه هستش. میام قسمت نازل، همیشه نازلا رو چک بکنید، ببینید که نازلا به چه صورت هستش. همیشه وقتی که نازل بالا رو چک بکنید، این قسمت ها توی یه سری دستگاه هستش که شیاری داره بابت اینه که این فشار آب رو داشته باشه، چون نازل به تنهایی خودش نمیچرخه، با فشار اون جت پمپ هستش که این نازلا میچرخه و باعث میشه که ظروف تمیز بشه. همیشه برای اینکه دستگاه خوبی داشته باشید، دستگاهتون سالم باشه، رسوب نگیره، جرمی نداشته باشه، همیشه در مخزن نمک رو باز بکنید. به این حالت باید انگشت اشارتون به اندازه دو تا بند انگشت زمانی که داخل آب میبرید به نمک برسه. اینطور موقع شما میتونید بگید که دستگاه من شارژ نمک شده و نمکش اندازه است. در غیر این صورت نه بیشتر نه کمتر. بیشتر اوقات دستگاه‌هایی که نمک ندارن، یه بسته 1 کیلو تا 1.5 کیلو نمک داخلش میگیره، با یه ته قاشق چیزی هم بزنید که نمک پخش بشه و دو بند انگشتتون رو که داخل دستگاه بردید به نمک برسه. این قسمت هم که توضیح دادم جلا هستش. جلا رو بر حسب حالا چیز، یک بار، دو بار، سه بار تا پنج بار میتونید داشته باشید که تعداد بالاتری رو بخواد پاشش داشته باشید که دستگاهتون تمیز بشه. همیشه قرص معتبر داخل دستگاه بذارید، قرصایی که استاندارد هستن دربشو ببندید، چون توی یه سری از برنامه‌ها دو شستشو اولیه، توی یه سری شستشو مثلا دوم، زمانی که آب داغ میشه دستگاه کار میکنه و قرص رو داغ میکنه. خیلی اوقات میشه مشتری میگه در جا قرصی من کار نمیکنه، باز نمیشه، مثلا قرص رو کامل پرت نمیکنه بیرون. اون موقع میرسیم به ایراد قسمت قرصش که ببینیم به چه صورت هستش. برای این مجبوریم که همیشه اینا رو تست بکنیم، ببینیم که به چه صورت هستن. گاهی اوقات این سنسور خراب میشه، دستور باز شدن رو نمیده، مجبور میشیم که عوض بکنیم تا درست بشه. گاهی اوقات مشتری بیان میکنه که قسمت جاورسی من آب شده، مثلا از اون طرف آب شده. تو اینجور مواقع فقط و فقط ایراد میتونه از قسمت هیت پمپ دستگاه باشه که سنسورش خراب شده و به قول معروف آب رو خیلی داغ میکنه، که مشتری بیان میکنه مثلا من ظرفم داغ میشه یا بدنه دستگاهم خیلی داغ میشه. یه مورد به قول معروف کلیدی دیگه هم که هستش، همیشه ظروف هایی که نازک هستن، مثل این لیوان هایی که مثل گلاس چیزنا خیلی نازک هستش، اونا رو به تعدادی که میذارید همیشه داخل دستگاهتون بردارید، چون خورد میشه و مشتری متوجه نمیشه که نیستش، همچین چیزی نیست. و ما داخل جت پمپ، داخل پمپ تخلیه و چیزهای دیگه این پیدا میکنیم. و در آخر این که برای اینکه دستگاه خوبی داشته باشید، دستگاهی که سالیان سال بخواد براتون راحت کار بکنه، همیشه بازدید دوره‌ای داشته باشه، دست افراد غیر متخصص به شما دستگاهی رو نسپرید، چون هم هزینه میکنید، همین که اون نتیجه که میخواید نداره و مجبور میشید مجدد از نو یک بار دیگه تمام این مراحل رو جلو ببرید. گاهی اوقات اصلا میبینید دستگاهی درست نمیشه، چون تعمیرکاری که بلد نبوده، وارد نبوده و به قول فقط اسمی شنیده بوده از تعمیرات، باز کرده دستگاه رو، نتونسته جمعش بکنه و مثل این دستگاه به این شکل دستگاه رو تحویل مشتری داده با یه هزینه هنگفت و فقط این وسط مشتری بوده که خسارت. همیشه سعی بکنید برای اینکه بخواید ظرفشویی، چون آب مناطق مختلف تهران یا هر جا هر شهری رسوب زیاد داره و این رسوب میاد و داخل
جت پمپ داخل پمپ تخلیه و داخل هوزینگ تمام مجاری رو میگیره. توی اون حساب همیشه سعی بکنید از فیلتراپ‌های معتبری که هست توی بازار تهیه بکنید، یا اینکه با شرکت‌هایی که کار میکنن کارهای خدماتی دارن تماس بگیرید و بیان براتون و نصب فیلتر داشته باشن. این فیلتر تمام رسوب رو داخل خودش میگیره و 6 ماه یه دفعه، یک سال یه دفعه نیاز به تعویض داره. در و جایی که میبینید دستگاهتون به ازای هر 40 بار شستشو، این مسئله هم برای ظرفشویی هم برای لباسشویی هستش، به ازای هر 40 بار کار کردن باید یک بار جرم‌گیری بشه و تمام رسوب و تمام کثیفی‌ها، چربی‌ها از داخل دستگاه پاک بشه. برای اینکه بخواید جرم‌گیری داشته باشید، بهترش اینه که یه همکار، یه متخصص بیاد و با درصدی که میدونه، با میزانی که روی این زده، براتون جرم‌گیری رو انجام بده. جرم‌گیری به این صورت هستش که در دستگاه کامل باز میشه و این مواد داخل مخزن قرص قرار میگیره، بسته میشه، دستگاه تو بالاترین تایم، بالاترین زمان خودش رو میشوره. تو زمان جرم‌گیری هیچ گونه ظرفی، هیچ چیزی داخل دستگاه نباید باشه. توی لباسشویی بدون لباس، بالاترین تایم، بالاترین زمان این جرم‌گیری انجام بشه. و اینکه همیشه ناظر دستگاهتون تمیز باشه، همیشه از بهترین قرص استفاده بکنید، چون بدونید یک بار هزینه میکنید، قرصتون، نمک، جلا و هر چیزی که برای دستگاهتون هست، یا پودر، فرق نمیکنه چیزی که استفاده میکنید، یک بار هزینه میکنید ولی هزینه های بعدی روی دستتون نیستش و به قول معروف دستگاهی دارید که چندین سال میتونه برای شما به بهترین شکل کارایی داشته باشه. روی اون حساب همیشه سعی بکنید افرادی که متخصص هستن با شرکت های معتبر مثل شرکت آچاری اینا کار داشته باشید، همکاری بکنید، مطمئن باشید همکاران بنده در اسرع و خدمتتون میرسن و کار شما رو به بهترین شکل انجام میدن با گارانتی معتبر و همیشه شرکت و افراد پاسخگوی کاری که برای شما کردن هستن و مطمئن باشید بیشتر از شما افرادی که داخل شرکت پشت میز نشستن، حالا میخواد تمام همکاران بنده، مدیرمون، همه تمام سعیشونه که رضایت مشتری جلب بشه و بیشتر از شما دلسوز تمام وسایل شما در منزل هست. شما مشتریان گرامی، جهت نصب، راه اندازی و سرویس های دوره‌ای و همچنین تعمیرات از سه طریق میتونید با شرکت ما در ارتباط باشید: راه اول، راه اپلیکیشن و یا سایت، و یا با تماس با شماره 1471. همکاران بنده در اسرع وقت با توجه به موقعیت مکانی شما با شما تماس میگیرن، همکاری لازم به عمل میاد و همکاران بنده خدمت شما میرسن و با ضمانت و پیگیری لازم کار شما به بهترین شکل و به بهترین نحو انجام میشه. در خدمتتون هستیم.